روز شمار نیاکان، برنامه ای از شبکه ZN TV. 9 اکتبر سال 516 میلادی، نخستین سفیر دائمی ایران در چین که با 90 تن همراهان خود وارد پایتخت این کشور شده بود، طی تشریفات مفصلی نامه خود را به وودی امپراتور وقت هستیم و همراهانش را معرفی کرد. در میان همراهان سفیر، یک موبد زرتشتی، 21 نظامی، 3 دفتردار، 4 مترجم، 2 معمار دیده می شدند. این نخستین بار بود که ایران با یک هیئت دیپلماتیک روحانی به یک کشور بیگانه سفر می کرد. سفیر ایران به امپراتور چین توضیح داد که معماران برای ساختن بنای سفارتخانه و نظامیان برای محافظت از جان هیئت دیپلماتیک و موبد نیست برای اجرای آیین‌های دینی برای اعضای هیئت با او آمدند و اضافه کرد از آنجا که سفارتخانه قلمرو ایران به شما خواهد آمد، ما نمیتوانیم نگهبانی از آن را به خارجی بسپاریم. سفیر ایران به امپراتور چین گفت که پس از قسطنطنیه این دومین هیئت دیپلماتیک دائم ایران در یک کشور خارجی خواهد بود و افزود که از زمان قباد ساسانی بودایان در ایران خاوری آزادی مذهبی به دست آوردند، زیرا که بانوی قباد دختر رئیس هونها آیین بودایی داشت. دوگرلینگ، بانوی امپراتور چین و قائم مقام او که در مراسم حضور داشت، ابراز تمایل به بحث و گفتگو با موبت کرد. نوشته های دیگر هاک حکایت دارد که بانوی امپراتور پس از چند جلسه بحث با موبت اعظمی، با اینکه شاخه ای از بوداییسم موسوم به ماهایانا در پایتخت چین پیروان فراوان داشت، شیفته آیین زرتشت شد و موبت اجازه ترویج آن را در چین و ایجاد معبد و آتشکده یافت و ظرف 15 سال 4 آتشکده در چین ساخته شد. ساختمان سفارت نیز ظرف 3 سال به پایان رسید. رفتار دوستانه چینیان نسبت به ایرانیان سبب شد که در اواخر سده بعد گروهی از ایرانیان، یعنی ایرانیان ناخرسند از سلطه عرب، علاوه بر هند به چین هم مهاجرت کنند. یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی ایران، پس از عقب نشینی از برابر اعراب مسلمان و استقرار در خراسان از امپراتور چین، درخواست یاری کرده بود که اجابت نشد. با وجود این، فیروز پسر یزدگرد سوم به چین رفت تا با جمع‌آوری نیرو از پیشروی اعراب در شرق ایران جلوگیری کند، که موفق نشد و با دست خالی به ایران خاوری بازگشت.